بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. انشاءالله ایام مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز ما پیشا پیش فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به همه زنان سرزمینمون، مخصوصا مادرهای گرامی و گرانقدر تبریک و شاد باش میگم. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بهاری همراه شما هستیم و در کنار شما به خدمت های قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم روز تولد حضرت زهرا را که تکریم مادر و زن و همسر هست تبریک میگم، و تولدی که درش تولد حضرت امام خمینی هم وجود داره. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. ما بحثمون در جلسه گذشته با حاجی قرائتی تفسیر بخش هایی از سوره یوسف علیه السلام بود و امروز هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. حاجی قرائتی، سوره یوسف مثل بسیاری از سوره های قرآن کریم و مثل بسیاری از قصه ها اوج ها و فرود هایی داره، فراز و نشیب هایی داره. اوج سوره یوسف کجاست؟ والا سوره یوسف همش اوجه. یکی از اومد پلو حضرت امیر گفت وجه الله چیشیه؟ وجه الله، چون کل شیئن حال کن الا وجهه. قرآن میگه همه چیز ابن میره وجه خدا میمونه. وجه الله چیه؟ حضرت امام دستور داد که یه آتش روشن کنه، چوبی آوردن مثلا آتش روشن کنه. فرمود که صورت این آتش کجاست؟ یه ایوروارش نگه گفت همه صورت. حالا همش اوجه. مثلا همش هم قله و قله سا، مثلا کوری توشه، بینایی هم توشه، فراغ توشه، وسال هم توشه، چاه توشه، جا هم توشه، همه اینا در اوجه. آره. تهمت توشه، تبرعه هم توشه. تهمت زن که یوسف عاشق شده، اون تبرعه شد. زندان توشه، آزادی هم توشه. غرور توشه، تواضع هم توشه. بچه ها برادر یوسف گفت و نحن عصبه، ما گروه به هم متصلیم. یوسف تکه، ما باید عزیز بشیم. هم بعد گفت انا کان خاطه، ما غلط کرده. این غرور توشه، تواضع هم توشه. عرض کنم بود قحطی توشه، فراوانی هم توشه. تجاله بله. یعنی این تو یه بیستی تو قله قله دره، یعنی همش مشتماله، همش فرازنشی بست. زمین صاف نداره سوره یوسف، همش عرض کنم بزرگ جنابالی که اوج است و حضیب. ولی خب حالا اونی که مثلا توی یه جلسه بتونیم جمعش کنیم، مسئله اون عشقه. عشق یو که زلیخا به یوسف داشت یکی از اوجاشه که مثلا همه درا رو بس و خودش هم بس، سفت هم بس. اما سفت بس قرآن نمیگه غلقه، میگه غلقت الابواب. غلقه یعنی بس، غلقه یعنی سفت بس. یه درم نبس، همه درا رو بس، درای تو در تو. غلقت الباب نی، غلقت الابواب. دستورم نداد که نزاش ببندن. خب خانمش زن شاه بود دیگه، با دست خودش بس که خاطرش جمع باشه. پس ببینید خودش بس، سیف بس، همه یه درام بس. میخواست هیچ که نفهمه و همه دنیا فهمیده هست. اون که قله و دره، یعنی وقتی که میخواد هیچ که نفهمه همه فهمیدن. این و این اوج شاخکاریش این گفت حیطر رک قارم آزلده. این چیزیست که الان تو دنیا کم بودش همینه، که ایزان حیطلک زیاده. قالم آزالله، قالم آزالله کمه. کمه یعنی الان همه ماهواره ها، زمین و آسمان بمبارون برای که
البته ما دیگه حالا تقریبا به لطف خدا فهمیدیم که حالا هر چند سباهی باز یک کانال علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، علیه انقلاب، علیه ولایت فقیه، ارزش هامون، علیه ارزش هامون هیست فیلم درست میکنن. ولی ما یه سوال میکنیم، من خواهش میکنم این عنایت فرمایید، آیا یه مرتبه آمریکا، اروپا، کشورهای حاضرن یکی از فرمولای علمیشون رو به دانشجوها ما یاد بدن؟ چرا عکس سیکس هسته هم میفرستن فرمول علمیشون رو نفرستن؟ از شلش بگیری مثل پپسیکولا که دیگه آبه، فرمول پپسیکولا رو به عهد یاد نمیدن. از تا سفتش بگیری هواپیما F-16، یعنی نه سفتکیشون رو یاد میدن نه آبکیشون رو. ولی هر چی بخوای هرزگی برای شما صادر میکنن، که بچه های ما به خودشون مشغول بشن، به شهوتشون، شکمشون، عیاشیشون. به هر حال این چیزی نیست که به لطف خدا به کوری چشمشون مثلا بینی، که به من گفتن که امسال 2 میلیون جوان ثبت نام کردن برای اعتکاف. الحمدلله. آخه جوانی که از در و دیوار برش ابزار شهوت هست، مثلا 2 میلیون ثبت نام میکنه برای اعتکافی که کار مستحب، مثلا خیلی کارا، یعنی با اینکه یه دستی توی کار هست، تو اسکناس یا نخه، اون نخه به اسکناس ارزش میده. یک قداستی امام داشت، یک قداستی رزمنده ها داشتن، خون شهدا داشت، او قداست ها باعث به که هرچی هم ولی خلاصه بمبارون فساد. این هیتلک، خب این درا بسته، عاشق زن شاه آرش کرده، بعدم تهدید بکنه که اگر مثلا نیاز منو برطرف نکنی من چه میکنم. یعنی یه طرفش عشق، یه طرفش تهدید، دو سمتش هم مشکلسه. ولی بخاطر گفت معاذل، این تقواست. مسئله تقوا، تقوا از وقا، وقا یعنی حفظ کن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه، باید بگیم وقنا، ق یعنی حفظ کن، قنا یعنی حفظ کن. ما رو تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی حفاظت. حفاظت به ما الان کشف میکنیم به خاطر تقواست، چون پانه کنیم تیغ بره تو پامون، شیشه میده تو پامون، پامون آسیب میبینه، پامون آسیب میبینه. ولی این که کشف میکنیم مسئول محدودیت هست، اما این محدودیت مسئولیت هم هست. بالاخره آدم وقتی پاشو تو جوراب بکنه، پاشو تو کفش بکنه، پاش تنگ میفته، محدودیت میشه. یعنی وقتی میگیم افاف، بالاخره آدم باید حریم نگه داره، هر حرفی رو نزنه، هر لباسی رو نپوشه، هر جای نره، هر چی نخوره، یه محدودیت. اما این مسئولیته. دکتر وقتی به ما میگه این غذاها رو نخور، این منو ممنوع میکنه، هر حسایی که میده. آره بله. ولی این ممنوعیت برای بیمار ارزشه. پدر مادر به بچهش میگه نکن، نرو، بنشین، نخور. امر و نهی پدر مادر بچه رو از آزادی بچه رو میگیره. بچه ممکنه من یه وقت نوه من به من میگه آقا جون، خب به نوام گفتم این کار نکن، عصبان شد، خیز گره، گفت آقا جون بد. هم گفت آقا جون، هم گفت آقا جون بد، آقا جون بد. بالاخره وقتی بچه رو محدودش میکنی، یا بچه میخواد بره زیر ماشین، مادرش میگیره دش، بچه جیغ میزنه که بذار برم. بابا خود تو میری به ستشابون. به هر حال معنی‌هایی هست که اسمش رو تقوا، پرهیزها، که برخلاف میل ماست دیگه. بله بله. اینها انسان لیاقت داره، اماما اینا نجات بشر تو اینه. آره، این تقوا مقوله پیچیده ایه که این همه برکات و ثمرات و فوایدی که براش ذکر شد در قرآن و روایات ما، مقوله پیچیده ایه. نه، تقوا توجه به برکاتش داشته باشیم با تقوا میشیم. ببینید مثلا شما هیچ وقت حاضر نیست هیچ انسانی خودش آتش بزنه. چرا؟ برای که میفهمه بده. یا مثلا آب لجنی که تو جوب خیابونه بخوره. هیچ پزشکی حاضر نیست که آب حوض بیمارستان رو بخوره، چون میدونه چه. ما یه جایی که میدونیم بده تقوا داریم، حتی معصومیم.
چون معصوم یعنی گناه نکنه، فکر گناه نکنه. تا حالا میلیون ها آدم داریم که لخت مادرزاد تو خیابون نرفته فکرش هم نکرده، چون بدیش رو من... میکنه میدونه چقدر بده. بله. بریم رو معنا خودمون پرت کنیم، نمیکنه نکرده، چون میدونه میدون بالا میدونه فاصله داریم، میبینیم فکرش هم نمیکنه، خودمون آتش داریم. بله. آب لجن بخوریم. ببین جایی که میدونیم چقدر بده همه با تقوا هستیم، اصلا فکرش هم نمیکنیم، معصومیم. اما اون جایی که گناه میکنیم نمیدونیم، یعنی یه شیرینی لحظه‌ای رو میبینیم، یه شیرینی لحظه‌ای رو میبینیم، اون وقت عواقبش رو نمیدونیم. اونجا عاقبت نگری که داشته باشیم ندیم. این تقوا اینه که ما نیاز داریم که به ما بگن آقای صلاحت نیست، این صلاحت نیست. بله. در قرآن برای تقوا خیلی چیزی گفته. اول گفته زندگی دنیاتون خوب میشه، خیلی هم غیب نیست، یعنی واقعا اگر مردم بدونن که این بازاری جنس خوب میاره و در سودش هم انصاف داره، جنس خوب با سود منصفانه هست، تباسی سر شلوغ میشه، این وضعش خوب میشه. قرآن یه آیه داره میگه که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، از زمین و آسمان برکت براشون. این طوریه، و از زمین آسمان یه چیزی هم حالا یادم بگم، یه روایت داریم که رزق همه از حلال اندازه گیری شده. یعنی چی؟ یعنی قرائتی وقتی به دنیا آمد قبل ان نبرعها، آیه قرآنه، یعنی قبل ان نخلقها، برعه هو الخالق البارئ، برعه یعنی خلقه، قبل ان نبرعها، یعنی قبل از اینکه ما تو خلق بشیم بهت گفتیم که رزق تو مثلا 822 کیلو شکره. بعد بنده نگاه میکنم صاحب خونه نیستش، دوربینم نیست، دو تا میبینم کسی نیست، دو تا باقلوار بخورم. بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، دیگه خونه خودتونم قند نخور. یعنی رفتم بپرم به حروم از حلال، حدیث داریم رزق همه افراد با حلال اندازه‌گیری شده، اونا که میپرن به حرام سهم حلالشون کم میاد. این جوون چقدر باید این دختر پسر از هم لذت ببرن؟ چند ساعت؟ مثلا 1760 ساعت. این جوونه یه خود لذتش تو خیابو از دختر مردم از حرام استفاده میکنه، ازدواجش عقب میفته، هی میره نمیشه، هی میره نمیشه. یا غلطی چیز بختم بسته شده. نه آقا، خودت بختتو بسته. شما دو تا باقلاوا خوردی، بعد میگن قندت بالا رفته، خونه خودتن. گاهی وقتا هی تاب میخوره. کلو برداری میکنیم، یه جنسی رو گروم زن، بعد مشتمون لو میرم میگن فلان کلو برداره، یا دولت میفهمه میگیره، یا مردم میفهمن دیگه از ما نمیخرن. همون استفاده هم که میتونی سر حلال بکنی دیگه. یه چیزی من میگم اینو دقت کنید، اگر تخت سیاه بود بهتر بود، سود کم نتیجهش فروش زیاد، فروش زیاد شد، فروش زیاد سود زیاد میشه، این دانته بر میگرده. ما بچه که بودیم میرفتیم مدرسه میگوتن 100 تقسیم بر 5، 100 مقسومه، 5 مقسومه خواهد قسمش رو برو پیدا کن، من میدونم 20. بعد میگو خواستن بگن اگر میخوای ببینی تقسیم درسته نه، 20 در 5 کن، دانته میشه 100. بله میشه 100. دانته میشه 100. بله. شما سود کم کن، سود که کم شد فروش زیاد بشه، فروش که زیاد شد سود هم زیاد میشه. این دو تا برمی حاضری بضاعت و ناردت الینا، این برمیگرده. یه وقتی بچه من به من آب داد، بهش گفتم خدا پدرتو بیامرزه، خب به او دعا کردم، اما این دعا به خودم دعا کردم چون من پدرش بودم. قرآن یه آیه دارم یه و ما سألتکم من اجرن فهو لکم، پیغمبر که فرمود من اجری که میخوام مودت فی القرآن است، میگه شما اگر امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها اگر شما این دوست داشته باشید فحوالکم به نفع خودته، شما اگر امیرالمؤمنین دوست داشته باشید، مرحوم شهید مهراب آیت الله مدنی یه چیزی رو نقل میکرده از علامه امینی، میگه که علامه امینی فرمود که من وجد علی لم یفوت عنه شی، کسی که علی داشته باشه هیچی را دست نده، کسی که امیرالمومنین نداشته باشه هیچی را کسی نکرده. ما مثلا تولد از دارم فاطمه داریم. به هر حال
سود کم فروش زیاد، فروش زیاد دو مرتبه سود زیاد. پس رو اولین فایده تقوا لفتحنا علیهم برکات، این فایده مادیش. خب فایده معنویش تعبیرات زیاد تو قرآنه داریم که مثلا ان الله یحب المتقین، خدا دوستشون، خدا خیلی مهم. مثلا شما مثلا یه کسی بیاد به من بگه که من خدمت امام بودم، امام گفت من قرائت رو دوست دارم، خب تو صبح خوابم نمیبره. امام خودش گفت من قرائت دوست دارم. خالق امام ان الله یحب المتقین، خدا دوست داره، محبوب او بشی، محبوب او. یا ان الله مع المتقین، ما با تو هم، ان الله مع الذین اتقوا، مع یعنی این برکات معنویش. بعد از نظر فکری آدم با تقوا تو بنبست نمونه، سه تا تعبیر تو قرآنه. یه جمع یه تقوا داشته باشید یجعل لکم نور، یه جمع یه یجعل لکم فرقان، یه جمع یه یجعل لکم مخرجا. آها بنبست نداره، بنبست نداره، یعنی نور که پیدا شد آدم راه پیدا میکنه، راه پیدا شد خارج میشه. آدم با تقوا گیج نمیشه وظیفه چیه، میگه من وظیفه‌م اینه هر چی میخواد بشه بشه. قل الله ثم ذرهم، ما باید یه نفر راضی کنم، خدا یکیست، قل هو الله احد، زودم راضی میشه یا سریع الرضا. مردم هم خیلی هن، هم زود به زود راضی نمیشن. حالی وسطی ما گر خواستیم بزنیم، اگر به این خانم بگی که شما یه مهمون داری، اینم فقط سوپ میخوره، خیلی راحت تو آشپزخانه میفرزن. اما گفتیم خانم امروز 22 تا مهمون داریم، هر کدوم یه رقم غذا می‌خورن، اصلا گیج میشه تو آشپزخونه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یه خدا رو راضی کنیم بهتره یه چند تا خدا. مردم راضی، مردم هیچ وقت راضی نمیشن، نمیشه راضی بشن. خدا حتی زن و شوهرا رو هم که میگن نمیدونم چه کنی چه کنی چه کنی، آخر میگه ادنا نزدیکت راضی بشن، که لا یحسن و یرضین ان تغرب اعینهن، یعنی با یه کلمه ادنا داره اونجا میگه حالا به نزدیکت که راضی بشن وگرنه حالا. بنابراین نتیجه تقوا یکی اینی که یک برکات سود مادی داره، عرض کنم بزرگ جناب عالی که بنبست نداریم، بنبست نداریم، بصیرت پیدا میکنه، یعنی آدم گیج نمیشه، گیج نمیشه، بصیرت داره، خوش عاقبته، چون قرآن میگه ول عاقبتو للمتقین، ول عاقبتو للمتقین، کاراش قبول میشه، انما یتقبل الله من المتقین. اینا برکات تقواست، چیز کمی نیست واقعا. بله. هر کدوم هر چم تقوا بیشتر باشه قبول بیشتره. ببین من یه وقت یه دیوان آب به شما میدم، شما میگم بفرما، شما به دست میگیری. یه وقت دیوان آب بازم شما دو دسته میگیری، یه وقت پا میشی دیوانو میگیری، یه وقت میگه استقبال من درجه هم داده به قبول حسن، به احسن قبولک، قبول هم درجه هم داره. قبول عادی انما یتقبل الله المتقین، قبول حسن فتقبلها ربها به قبول حسن، یعنی قبول عالی، قبول احسن که در دارتون به احسن قبولک. این کار آدم قبول بشه، چون اگه تقوا نباشه کارم قبول نمیشه. یه مثلی تو روایات اومده که خیلی میگفتن فلانی آدم خوبیه، سو حضرت ایشونو دید که از دکان میوه فروشه رد شد، دو تا انار برداشت پولشو نداد، رفت دکان نونوایی هم دو تا نونوا برداشت پولشو نداد، گفت این چرا پول نداد، چرا به صاحبش نگفت با اجازه همتون دو تا انار برداشتتون. حضرت خدا تعجب که چرا همچی کرد، رفت یه خود جلوتر داد به فقیر. حضرت زده زده گفت چه میکنی؟ گفت مومن زرنگه، دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا منو دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا دادم به فقیر. قرآن میگه که هر کی کار خوب بکنه ده برابر، چهار تا دادم فقیر زر بده ده میشه چل، چهار تا گناه داشت کم شه تو شش داره میمونه. امام فرمود ریاضیت خوبه، ولی این که میگن یه ثواب ده تا میشه برای که به شکل با تقوا باشی، وگرنه ممکنه یه قاچاقچی بگه من اگر تریاکامو تونستم از مرز رد کنم روز عاشورا به 2000 نفر غذا میدم، خب برای انتقال تریاکاش نرز میکنه، بعدم میگه ابوالفضل حاجتمو داد،
یا دوزی مثلا میخواد دوزی کنه میگه چارگل بکنیم که گیر پلیس نفتیم. این چار اینا کار باید از راهش بشه. معیار ارزش، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار ارزش که ارزش خیلی افراد کار میکنن اما تقوا ندارن. تو سوره غاشیه یا آیه داریم آدم های اصلا صبتشون جون میکنن ولی جهنمی هن. خیلی مهمه، آیه تندیه. این آیه رو باید بخونیم بریم که خیلی فعالیت میکنن ولی تقوا ندارن. آیه شو بخونم، سوره غاشیه. عاملتون ناصبه تسلا نارن حامیه. عاملتون این عمل میکنه، بیکار نی. ناصبه یعنی سخت کوش. و اذا فرقت فنصب. ناصبه فنصب یعنی اتعب نفسک، نفس رو به تلاش بنید، مستطعتم هرچی میتونید تلاش کن. عاملتون عمل میکنه، بیکار نی. ناصبتون خودشو به جون کندن میندازه، شاید 24 ساعت 16 ساعت 17 ساعت کار بکنه اما قرار میگه تسلا نارن حامیه، میره جهنم. خودمون هم طوره، تو دنیا هم طوره. مثلا گاهی کسی میاد در جایی که شهرداری میگه اینجا رودخونه است، اینجا پارکه، اینجا فضای سبزه، اینجا نمیدونم چیه، یه جایی که مثلا مجوز نداره میاد ساختمون میسازه بدون پروانه ساختمون. دولت میاد، شهرداری میاد خراب میکنه اینو. این میاد میگه بابا میله گرده، آهنه، سیمانه، پول بنا دادم، خاکره دادم، جون کندم. میگه جون بکنی اما باید خراب کنم. تون عاملتون ناصبه تسلا نار حامیه. اینجا جاش نبود. اینا یه چیزایی که باید به توجه داشته باشیم. عرض کنم بزرگ شما که فلسفه احکام، اصلا قرآن گفته خیلی دستورایی که من به شما دادم میخواستم تقوا شما زیاد بشه. به خاطر که تقوا زیاد بشه میگم میکنم مثلا کتب علیکم الصیام، واجب شد روزه بگیرید ماه رمضان. میگیم چی؟ میگه لعلکم تتقون. میخوام فتله تقوا رو ببرم بالا. یا اول قرآن میگه که اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بعد میگه لعلکم تتقون. اعبدوا لعلکم تتقون. یه سری دستورها هم به خاطر تقوم چه هدف دیگه، هدف میشه. بله اینم یه چیزه. پس چه غلطی این که محبوب خدا بشویم، این که عاقبت به خیر بشیم که همه ما میخواییم، این که تو زندگی بصیرت داشته باشیم، این که روزیمون رو خداوند بده، این که برکت خداوند به زندگیمون بده، همه اینا در سایه تقواست و حالا این یک بخشی از فواید و برکات تقواست. تقوا رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ یه سری تقواها بر اساس ایمانه. مثلا باور کنیم که اگر اینجا چیزی بد داریم لبه در میگیره ما، این خونه صاحب حساب داره. ببینید چطور راننده تقوا رو نشون میدن تو رانندگی. ببینن دوربین مخفیه، اگر بدونن دوربینه ما بدونیم ان ربک لبالمرصاد، دوربین خدا تو کاره. ان ربک لبالمرصاد بدونیم خونه صاحب حساب داره. علم یعلم بان الله یرا. نه اصلا باطن چشمت هم نه، یعلم خائنه العیون. نگاه فیزیکی نه، تو این نگاه چه قصدی داشتی؟ نگاه کردی برای لذت جنسی، نگاه کردی برای تهدید، نگاه کردی برای معرفت. میگه اون پشت چشم تو، اون نیتی هم که برای چی نگاه کردی، اون یعلم خائنه العیون، خیانتش هم منفعه. ما باور مثلا خدا به کم فروشا میگه چرا کم فروشی میکنی، بعد میگه قیامت رو باور نداری. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. تو نمیدونی روز قیامت بود جواب پس بدی. یعنی بدونیم که حساب تو کاره، این خونه صاحب حساب داره. الان یک اداره اگر کارمنداش بدونن که این برابرش دوربینه، حساب کتاب توشه، آروم میان آروم میرن، همه سرشون تو کارشون. آره. بله. ولی اگر بدونن خبری نیست، میگه هرچی نتوان عجیب هم رفته، خونه صاحب نداره، این هستی خدا نداره، حساب نداره، قیامت نیست، نه مبدع نه معاد، نه صاحب نه حساب. خونه ای که صاحب و حساب نداره هرچی نتوان عجیب هم رفته. یالا بچه یه سری تقوا بر اساس ایمانه. لقمان به پسرش گفت اگر یه چیزی باشه تو دل آسمون ها، تو دل آسمون ها یا در عمق زمین یا زیر سنگ ها، هر که باشه یعت به الله، خدا میاره. یعنی چیزی در این هستی هدر نمیره. و وجد و ما عملو حاضره، همین عمل حاضره.
پوست شهادت میده که من سیدی زدم، سرقت کردم. قلب شهادت میده، زمین شهادت میده. اینا که میگم شعار نیست، قرآن میگه یا اومدن تو حدث و اخبارها. زمین شهادت میده که رو من گناه کرد یا رو من عبادت کرد. پیغمبر هر امی شهادت میده، یوم یقوم الاشهاد. تو قرآن اشهاد داریم، اشهاد این شاهد ها، نه تو شاهد قیامت همه شهادت میدن، زمین و زمان و فرشته ها. فرشته ها شهادت میدن که ما حاضر بودیم. اعضا و جواره، اعضا و جواره و رسولنا لدیهم یکتبون. قرآن میگه که فرشته های ما مینویسن کار شما رو. ما یلفظ من قول، لفظ یلفظ همون لفظه، هر لفظی که لبت تکو میخوره ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. لبت که تکو میخوره حساب داره. و رسولنا لدیهم یکتبون. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. روز قیامت لوحی باز میشه میگن اقرأ کتابک، بخون. وقتی نگم کنم که اه ما لهذا الکتاب، این چه کتابیه؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. ریز و درشت کارمون ثبت کرده، هیچ چیز جان انداخت، هیچ چیز جان انداخت. ببین ایمان بی رقمی باعث تقوام، اصل ایمان. خیلی ممنون، متشکرم. اجازه قرائت ان شاء الله بعد از قرار روزانمون و تلاوت آیات کلام وحی برمیگردیم و بخش دوم و بخش پایانی گفتگومون رو با حاجی قرائتی خدمتتون خواهیم بود. خیلی امروز روز خوبی بود برای من که از محضر قرآن استفاده کردیم. با بیان شیوای حاجی قرائتی من خیلی خیلی تشکر میکنم. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که در مسیر تقوا گام برداریم و انشالله جزء متقینی بشیم که محبوب خدای متعال هستند. صفحه 313 مصحف شریف رو آیاتی از سوره طه با هم تلاوت میکنیم و برمیگردیم انشاءالله خدمت شما و همراه شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سلام هم از همینجا با آقامون علی ابن موسی رضا امام رؤوفمون و انشاءالله زیارت مشهد و رضا قسمت همه شما بشه. یک نکته نورانی از این صفحه حاجی قرائتی برام بگند و انشاءالله ادامه بحث و خدمت شما و خدمت ایشون باشیم. بله، تو این سوره این صفحه که تلاوت شد یه آیه اینه که خدا به موسی گفت که چیه دستت؟ گفت عصام نوشته که میده ما باش چوپونی میکنم و چی و چی. گفت که القها فالقها، عصا رو بنداز پایین، دور انداز، بنداز زمین. تا عصا رو انداخت فاذا هی حیتون تسعا، حیه مار. اینجا یه نکته میخوام بگم برای معلمین، برای طلبه ها، برای اصلا همه خوبه. بله، تو قرآن راجع به عصای موسی سه تا آیه داره. یه جا داریم که عرض کنم که عصا رو که انداخت مار کوچیک شد، جانن ولا مدبرا، یعنی مار کوچیک شد در رفت. یه جا داریم که مثل آیه که الان خوندی میگه مار کوچیک شد، مار معمولی شد. یه جای دیگه قرآن میگه نه، مار معمولی نشد، اجدها شد. گفت چی شد؟ مار کوچیک شد، مار معمولی شد یا اجدها شد؟ این رازش چیه؟ رازش اینه که دفعه اول چون موسی هیچ خبر نداشت که چه اتفاقی میفته، وقتی گفت اصلا انداخت مار کوچیک شد، با اینکه مار کوچیک شد موسی جا خورد، موشد جا خورد و گفت لا تخف نترس. دفع دوم که گفت اصلا من داخل موزا میدونست مار خواد شد ولذا نترسید، مار معمولی شد. تو کاخ فرعون که فرعون گفت معجزت چیه، اصلا انداخت اجدها شد، اومد پلو فرعون جلوش، اومد جلو فرعون که بپکه، یعنی این تو بریزه دلش. از این معلوم میشه مخاطب شناسی. اگر مخاطب اوله، مخاطبی که آب بندی نشده مثل بچه اول شیر میخوره، بعد کم کم فرنی میخوره، بعد کم کم تا برسه گوشت ماهی، اون ظرفیتشون رو باید بشناسیم. مخاطب شناسی. یه عصا سه بار افتاد زمین به امر خدا، سه بار انداخت زمین، یه بار مار کوچیک شد دفعه اول، یه بار مار معمولی شد دفعه دوم، اژدها شد. یعنی پیداست که ما بر اساس مخاطب باید
پله 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 برای بله. یک شیوه تربیتی قرآنی. خیلی نکته خوب بله. این یه نکته مال عصای موسی. خب الحمدلله خیلی خوب. امروز با جای قرائتی در مورد تقوا داریم صحبت میکنیم، فواید تقوا و برکات اون، اصلا تقوا یعنی چی، و بعد هم اینکه ابعاد تقوا و راههایی به دست آوردن اون. انشالله میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، مباحث قبل از تلاوت قرآن رو هم میتونید ببینید، هم فایل صوتیش اونجا هست و هم فایل متنی اون. اما حاجی قرائتی، باز هم فکر میکنم از راههای به دست آوردن تقوا قرار بود که شما بفرمایید. ضمن اینکه من خواهش میکنم با توجه به اینکه در آستانه روز مادر و روز همسر هستیم و این ایام متعلق به بانوان سرزمین ماست، از تقوای درون خانواده هم شاید دوستان تمایل داشته باشند که شما بگید و ما بشنویم. ببینید، تو خونه روز مادر، روز زن، هر کسی در حریم خودش باشه هم ظلم نکنه خوب میشه. توقع زیاد نداشته باشه. مادر توقع زیاد نداشته باشه از بچهش، بچه ها توقع زیاد از پدر مادر نداشته باشه. یه آدم محترمی رو گرفتنش، دزدی کرده بود، خیلی جا خوردن که یه آدم محترمیه، چرا مثلا شما ای کاره نبودی؟ زد به گریه، گفت دخترم عروس شد و مادر و دختر هر شب زیر سفره بحث جهاز میکردن. من یه چند روزی گوش دادم، چند شبی گوش دادم، دیگه گفتم بالاخره اینا جهاز میخوانم، هیچی، افتادم به حرام که جهاز انجام کنم. این بی تقواییه. یک پدر عزیزی که 60 سال آبرو داشته به خاطر توقع و فشار خانواده، یا مثلا فرض کنید توقع دوماد از عروس، توقع عروس از دوماد. ببینید واقعا حضرت شعیب که دخترش داد به موسی، خب موسی گفت من چیزی ندارم، گفت و ما اريد ان اشق عليك، نمیخوام به مشقت بندازی، هر چی داری شد شد، نشد نشد. یه مقداری گاهی مادرها مثلا کلمات زشتی به دخترشو میگن، بی تقواییه. ممکنه بعضی از این مادرها نماز شب خونن باشن و زیارت عاشورا بخونن، روزه میرن، با چادر مشکی خیلی جلسات خوبم میرن، آره دختر زن خوبیه، اما دخترشو بدزبونی میکنه با دختره، میگه بچه‌مه، میگه بچه‌مه. باشه بچه باشه، شما حق تربیت داری، حق جسارت نداری. پدر و مادر حق تربیت دارن، حق توهین ندارن. این مسئله مهمیه، حق توهین ندارن. حالا ما درباره تقوا اول باید عزم داشته باشیم. قرآن میگه که به آدم گفتیم گندم نخورد، خورد. چرا؟ ولم نجد له عزما، عزم نداشت. من به طلبه ها میگم تصمیم بگیرید و تفسیر ببینید. چطور باقی کتابای مخلوق رو میخونید؟ علامه امینی به یکی از علما رسید، گفت شما 6 دور این کتابو دست دادی، یه دورم نهج البلاغه دست دادی؟ گفت نه. گفت اگه حضرت امین گفت آقا این کتابو 6 بار دست دادی، یه دورم نهج البلاغه دست دادی؟ من سواد نداشتم، مردم نیاز نداشتم. این جا خورد اون آقا، و آقام خیلی مهم بود. به هر حال تصمیم بگیریم، ان تقوموا لله، تصمیم بگیریم، منتظر جمعیت هم نباشیم. قرآن میگه ان تقوموا لله، مس نباید میگه و فرادا، مس یعنی دو تا دو تا، بعد ممکنه دو تا پیدا نشه یکی، خودتون تصمیم. این تصمیم بگیریم. واقعا اگر با این رفیق گناه میکنیم، رفیق عوض کن، رفیق عوض کن. اگر با این لباس گناه میکنیم، لباس عوض کن. دولتمون هم هنوز تصمیم نگرفت. اگر تصمیم بگیرم میشه صبح دخترها بیان عصر پسرها. کجا؟ تو دانشگاه. دختر پسر رو قاطی هم میکنیم، بعدم توی دفتر میشینن، آقایون موز میخورن، سیب میخورن، خیار میخورن، موضوع بحث شدن اسلامی کردن دانشگاه. منم یه بار دعوت شدم، دیدم اونا شوخی میکنن. اون عزم نیست. عزم نیست. من یه چیزی 32 ساله گفتم، 33 ساله گفتم، چون من 33 تومار مزو بودم تو تلویزیون. امسال هم خواهم گفت و الانم میگم. حالا وقتشه. نزدیک مار مزونه، یه دو ماه دیگه به مار مزونه. واقعا دولت نمیتونه مثلا به نونواها بگه نون ماه رمضان نونوا شب پخ کنه. آخه ماه مرداد پلو تنور
چقدر ایمان میخواد که آدم پاته نور روزه بگیره. آقا مشکل الان نونو میگیرن تو فریزه میذارن، آقا نونواها شب پخ کنن، دولت نمیتونه واقعا تصمیم بگیره. صنف آرتفروشا، صنف نونواها نمیخوایم هر کنه. یعنی حضرت امیر میگه دین به زبون لقلقه، تصمیم نداریم، ما هم بریم گوشه کارو بگیریم. واقعا به هر حال تبلیغات صنف نونواهاست. یه طریق کنن که هر کی میخواد بعد افطار بره نون بگیره، بره سحرش و افطار فرداش. حالا یه ما مثلا ما نون کنه بخوریم، یا نون بگیریم حالا کردم شد رو چراغ گرمش کنیم. و اینجور تو چه کمک به دینداری دیگران میکنیم؟ ده ها هزار تا نونوا باید روزش رو بخورن به خاطر که آقای غلطی میخواد نون تازه بخوره. نون تازه نخور چی میشه؟ چی میشه؟ به هر حال یه کار رو با دولت بکنه. حالا الحمدلله الان تابستون به مارمزون به هم خورده. یه وقت که مارمزون تو ایام درسی بود، من به وزیر وقت گفتم که شما یه برنامه کن که در ماه رمضان ورزش دست و خیزی تو مدرسه تعطیل بشه، چون دختر پسر روزه میگیرن میپرن بالا میپرن پای تشنشو میشه. ورزش های قلمی و کاغذی و طرحی و یعنی سرگرمی هایی که بشه. آره سرگرمی هایی که دست و خیز گرسنه‌شو نشه تشنشو نشه. یا مثلا فرض کنید که خیلی کارا رو میشه تغییر داد. آخه کشوری که 8 سال با صدام جنگید، کشوری که شاه رو بیرون کرد، کشوری که در مقابل تحریم اقتصادی هر کاری رو چه کاری بوده که مردم نکردن، ما بیم کارهایی که دولت نمیتونه مثلا. بله حالا یه وقت یه شغل یا یه درسیه که استادش نیست. اگر استاد نیست خب میگیم آقا کمبود استاد داریم، خیلی خوب حالا دکتر پسر توی یک کلاس بشینه. اما جاهایی که هم استاد فرامونه هم شاگرد فرامونه، یه برنامه‌ریزی جدی میخواد، مثلا صبح دخترها بیان، از پسرها بیان، یا مثلا شنبه اینا بیان، یک شنبه اونا بیان، علت تناوب باشه. ما یک عزمی باید اتفاق بیفته. یه عزمی باید باشه، یعنی باید بخواهیم همه ما. بله یک تابلو یک کسی زده بود، خیلی تابلو قشنگی بود، خیلی قشنگ بود. به نظرم گفتم یه جایی اینو، حالا یا تو سخنرانی‌ها یا تو تلویزیون‌ها. چی نوشته بود؟ خیلی تابلو قشنگی بود. نوشته بود هر کاری را بخواهید بکنید، راهشو پیدا می‌کنید. و هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه شو پیدا میکنید. خیلی جمله قشنگیه. یه بار دیگه بگم، هر کاری رو بخواهید بکنید راه شو پیدا میکنید، هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه شو پیدا میکنید. ما یه عزمی میخوایم که خودمون عزم بگیریم اگر با این قیافه قیافه رو عوض کنیم، با این لباس، با این مکانه، با این کتابه، با این شغل، من اگر استادم این باشه به گناه میافتم. خب استاد عوض کن، یه شغلم این باشه، شغل این باشه عوض کن. یعنی ما تصمیم نگرفتیم، وقت از برکاتش میمونیم، هرچی میدویم به جایی نمیرسیم. حالا نفت 10 دلار باشه یا 100 دلار، وقتی حوض سوراخ داره لوله 2 آب بیاد توش یا لوله 6 سوراخ داره میره. ولذا وقتی که نفت 10 دلار بود گیج مشکل داشتیم، 100 دلار باشه باز مشکل داره. کجای حوض سوراخه که اون برکت نمیرسه؟ کجای حوض سوراخه؟ امیدوارم که خدا به همه ما مثلا ناز کنی. یه جوان گفت آقا من دختر زیبا دیدم نمیتونم نگاش کنم، نمیتونم نگاش کنم، اصلا دلت چشم میره. گفتم که مردی میخوای یا شوخی میکنی سر کار گذاشتی منو؟ گفت نه واقعا دلم نمیخواد گناه بکنم. گفتم یه پولی ناز کن که اگر یه نگاه خلاف شرع انجام دادم مثلا فلان مبلغ خودمو جریمه کنم. 2,000 تومان بدی، 2,000 تا 5,000 تومان بدی، 2,000 تا 10,000 تومان بدی دیگه صفر میشه. نصب کنیم دیگه، نصب کنیم. او خواستن باید اتفاق بیفته. بله به هر حال با نظر، با تغییر شغل، با تغییر لباس، با تغییر مکان، با تغییر کتاب، با تغییر استاد، با تغییر شاگرد، با تغییر شریک. این شریک که با این شریک شده این گناه میکنه، از درآمدمون همه رو برای به سمت حرام خوری. یه عزمی میخواد. ما عرض کنم که هنوز تصمیم نگرفتیم. مثلا بنده الان با اصلا میرم، زانوم درد میکنه. بله فکر کنم نمیتونم را برم، اما اگر یه گرگ دنبالم کنه 30 کیلومتر میدوم. یعنی منی که درد پا دارم، اگر یه گرگ دنبالم کنه 30 کیلومتر میدوم. پاد باید یه گرگی باشه این انرژی منو استخراج کنه. ما اگر بخواهیم میتونیم، هر کار رو بخواهیم میتوانیم. تموم شده. باید دولت ما، ملت ما، نونوای ما، شهردار ما، همه باید بتونن.
یا مثلا میگیم کار فرهنگی، هی میگیم کار فرهنگی کار فرهنگی، بعد نگاه کار فرهنگی چیه؟ تندیس شیشه درست میکنیم، اونو سرود درست میکنیم، اونو تنبک میزنیم، اونو بعد نگاه میکنیم ببینیم تو این شهر 30,000 تا رفتگره با چه سختی، یک باد رو پا وایسه رفتگارا نمیتونن بشینن، دو باد هر شبم بیدار بمونن، سه باد گرد خاک هم بخورن، حقوقشون هم کمه، دور از زن و بچه‌شون هم هستن. این رفتگر 5 تا مشکل داره. کار فرهنگی اینه که به دخترایشون یه لباسی بدیم، اینا رو جمع کنیم، یه افطاری بشو بدیم، غذاشو بدیم، برشو کلاس بذاریم، به بچه‌شو برسیم. وقت با کار فرهنگی میگیم مثلا یه مجسمه درست می‌کنیم توی فلکه، میگیم کار فرهنگیشو. رفتگر ما 10,000 رفتگر اکثرم روپاوا میسته، 1 هر شب بیخوابی، 2 گرد خاک می‌خوره، 3 دور از زن و بچه‌ش، 4 و کار فرهنگی بره همینا کار فرهنگی انجام بدیم. ما اصلا معنای کار فرهنگی هم نمی‌دونیم کار فرهنگی چی چیه. نخواستیم، اگر بخوایم من یه کلمه دیگه هم بگم در دقیقه آخر. من تقاضا میکنم به همه اینا که پول دستشونه، شهرداری ها، دولت، تجار، خیرین، بانک ها، هر که پول دستش، من حرفم اینه، یا میدید بهش یا میدید جهنم دیگه، راه سوم هم که نداره. اگر میدید بهش، با یه اسلام شناس مشورت کنه که من میخوام این پول رو اینجا خرج کنم، خدا راضی است یا راضی نیست. اگر میدید بهش، خب یه اسلام شناس هم به خودتون ببرید، یا آیت الله رو به خودتون ببرید. اگر خدا نکرده پولی که خرج می‌کنید درست نیست، روز قیامت که گفتن با این نیاز واجب چرا صرف غیر واجب کردی، با این همه کمبودها چرا پولتو الکی خرج کردی، بگو ببین من کوچه‌البری بودم بلد نه. ای آیت الله چی؟ ای آیت الله هم امضا که گفت درسته، بنداز گردن آیت الله، آیت الله رفت جهنم. یعنی همه ای کارهای مالیمون با اجازه اسلام شناس بشه. چرا؟ اگر میریم بهش یا عالمی هم به خودمون ببینیم، اگر هم کارمون غلط بود روز قیامت خان گفت با اون نیاز تو بی خود اینجا پول خرج کردی، اگر هم کارمون غلط بود بگیم آقا ایشون هم اجازه داد. حالا من متوجه نمیدونم ایشون که با قرآن حدیث آشنا بود، من با اجازه ایشون این کارو همه بکنن، به خصوص شهرداری ها با یه اسلام شناس بکنن. ممکنه من بکنم این کارو، من خبر ندارم. بله. ولی بهتر اینه که راه زندگیمون، آره راه زندگیمون همیشه با یک اسلام شناس که اگر خدا نکرده کج رفتیم بگیم ای گفت. شما اگر یه نسخه رو اگه پزشک بگیری ولو اشتباه بکنه خوردیم و مردیم، نمیگن تو خودکشی کردی، میگیم این پزشک حاذق، این به ما گفت بخور، حالا اشتباه کرد اونو بگیر بشه، اونو بگیر بشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، اونجا خیلی روز خوبی بود، ان شاء الله که خدا به شما سلامتی بده. حاجا قرطی، اگر یک دقیقه وقت داشته باشیم و شما یک حرفی بخواید رو در رو با خانم ها و با مادران سرزمینون بگید، چی میگید بهشون در آستانه میلاد حضرت؟ والله من روز مادر رو به عنوان آغاز قبول دارم، اما به عنوان که آدم سال یه بار مادرش رو دستش واسه یه چیزیش بده، یا سال یه مرتبه به خانمش احترام بگیره، این خوب نیست، این خوب نیست. هر روز من مثل اینکه مثلا میگن شبی با قرآن، مثل بگیم شبی با اکسیژن، خب اینه فرداش بمیری، آخه شبی با اکسیژن، اکسیژن دائما تنفس اکسیژنه. مادر، همسر، فرزند، پدر، اینا شبی و سالی نداره، حالا مناسبت زده نباشه، یعنی ما به مناسبت ها، بله حالا شب روز زن، روز مادر، یه احترام ویژه‌ای، یه هدیه‌ای، اینو به هم نزنید. اما اینطور نیست که من پاسدار روز مادر رفتم دست مادر مستم دیگه برم تا سال دیگه. هر روز روز مادره. نگاه به صورت ما پدر و مادر عبادته. داریم بین دو تا ابروی مادر ببوسید، اینجا مادر ببوسید. مادره. و گاهی هم مادرها رو همدم میخوان، حالا شوخی که نداریم، ما زنای بیوهی هستن، شوهرشون مرده، واقعا اینا پسرم نه به غیرت هم بر بخوره دیگه، حالا برم مادرم شوهر بگم چه اشکال داره. یه پیرزنی بود، شاید 70 سالش بود، 80 سالش بود، خیلی لاغر و انجیری، بچهشون رو برد مکه، این پیرزن رو کول کرد، توافش میداد، حضرت دید، به امام گفت آقا این مادر منه دیگه نمیتونه راه بره، اردوش مکه، به قول امروز روز مادر، اردوش مکه و دارم دور خونه خدا طواف میدم، حق فرزندی رو ادا کردم. امام فرمود که شوهرش بده، بالاخره تو یه احترام بزنی میری، این دلش خود با چیز حرف بزنه، آدم پیرم که هر همسر میخواد، یه همدم میخواد، بله. شوهرش بده، گفت آقا این پیره، مادرم تو که روکول پدر نشسته بود، روکول پسر نشسته بود، تا گفت پیره، مادر زد تو سر بچه، گفت خفه شو، تو بهتر میفهمی یا پیغمبر.
برها روز مادر با یه روسریوگت هم تون. اگر واقعا مادری هست بیوه و همسر میخواد چه اشکال داره دلالی کنی؟ اینم غیرت نیست که من غیرتم زنده بی خود. اینا غیرت بی خوده، اینا غیرت بی خوده. اگر به هم بخوره نه، بله اگر به هم بخوره. ما یه کسی از دکترای خارجی، تحصیلات خارجی هم داشت و داخلی و آدم وارده بود، میگفت در تهران 14,000 تا پیرمرد داریم که اینها افسردگیشو به خاطر اینکه کسی نباید حرف بزنه. اگر با کسی حرف بزنه همه ای باش برطرف میشه. اما همدم میخواد، بله همدم میخواد. به هر حال اگر مادر پیر دیدید همسرم برش درست کنید. امشب مادر پیر همه ما دعا خواهند کرد. و سلام علیکم. بسیار خوب. خیلی ممنون و شکرم از شما. سلامت باشید. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. من باز هم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه خانم ها، به همه مادران عزیز و سرزمین جانم رو بله بفرمایید. من میگم پیرا پیرا رو بگیرن، نه یعنی جوونا پیرا رو بگیرن بعد دخترا بمونه نه. آخه اینا خان گفت قراره که حواست کجا، دخترا موندن تا نفتی طرق پیرا. من گفتم پیر با پیر جوون با جوون. بله اینم نکته خیلی خوب. باز همین مناسبت رو به همه مادران و به همه خانم ها تبریک و شاد باش میگم. فردا انشالله با حضور آقای حیدری کاشانی خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما مثل همیشه آرزو میکنم. اللهم صل علی ابن مصطفی زل مرتضی. آقا خیلی ممنون.